تیوی پلاس اولین تلویزیون اینترنتی ایران تقدیم میکنند. سام درخشانی حتما میشناسین. چند وقت پیش تو فضای مجازی تو اینستاگرام خودش یک چیزی رو منتشر کرد که باعث شد احضار بشه به دادسرای فرهنگ و رسانه. گویا کسی ازش شکایت کرده، باید حالا پاسخگو باشه. منتظریم تا بیاد ازش بپرسیم داستان چیه. چند روز پیش بود که سام درخشانی به مناسبت روز بازیگر یک فیلمی رو به طرفداراش معرفی کرد به اسم دزدان دریایی، که توی خلاصه فیلم نوشته بود چند نفر دور هم جمع شدن با امکانات حداقلی، بدون خونریزی و گاهی با درد، بدون گریمور حرفه‌ای و با گریمای ساده خونگی، با درست کردن جای مهر و ریش، بدون طراح لباس، با استفاده از عینک سه‌استکانی و چادر و یا تسبیح و کت‌شلوار، استانیسلاوسکی و برشت و انگشت دهن کردن و سعی می‌کنن دنیا رو برای آدم‌ها به یک فیلم و نمایش تبدیل کنن. البته همون روز سام درخشانی اون پست رو از روی صفحه‌اش پاک کرد. حالا ببینیم بعد از انتشار این پست چه اتفاقاتی افتاده. یکی از مفسدان اقتصادی که توی دادگاه محکومیت سنگینی هم براش بریده شده، از سام درخشانی شکایت کرده. ادامه داستان رو از تیوی پلاس ببینید. آقا سلام عرض میکنم. شما اینجا دادگاه چجوری ما رو دستگیر کردیم؟ خیلی ممنون. آره. بله، دست شما در نکنه. خدمت شما عرضم که چند وقت پیش به مناسبت روز بازیگر من یه دونه پستی توی فضای مجازی توی صفحه خودم گذاشتم که یه شوخی کردم با مفسدان اقتصادی که به هر حال چون میدونم این روزا مردم ما به دلیل مشکلات مالی و به هر حال معیشتی که دارن خیلی تحت فشار هستن، ولی به هر حال دیگه این خیلی یه فشار مضاعفه، این که بدونی حالا گرسنگی و همه چی رو داری تحمل میکنی ولی حالا یه نفر داری جیبت هم میزنه. یه شوخی من با این عزیزان کردم، یه پستی رو گذاشتم که یکی از دوستانی که اتفاقا حکمشون هم قطعی شده و فکر میکنم در زندان هم هستن لطف کردن شکایت کردن به مزاجشون خوش نشسته و ناراحت شدن و شکایت کردن و از ما خواستن بوده. همین دزدان دنیایی که بله دزدان دنیایی همین یه فیلمی رو توصیه کرده بودم، یه طنزی بود، البته طنز انتقادی بود ولی به هر حال دیگه اشکال نداره. گفته بودین کسی فوش داده بودین؟ نه آقا، نه اسمی از کسی برده بودم، نه چیزی، یه شوخی کلی کرده بودم، فقط یه سری عکس سرچ کرده بودم که اونم از منابع اینترنتی موثق سرچ کرده بودم، مخصوصا هم سرچ کردم کسایی که حکمشون قطعی شده و تصویرشون از تلویزیون پخش شده. شخص خاصی از شما شکایت کرده؟ بله، یه عزیزی از همونایی که توی چیز بودن، از محکوم هست. محکوم هستن. بله اسمشو بگیم؟ نمی ترسی بازی منصوری بهتون زنگ نزده؟ بازی منصوری بهتون زنگ، ایشون وکیلتون؟ بله بله، عرض کنم که ایشون چه شخصی هن؟ الان 15 سال حکم قطعی دارن، ظاهرن الان هم احتمالاً در زندان به سر میبرن. فساد اقتصادی بوده؟ کدوم پرونده؟ اخلال در نظام اقتصادی، بانک سرمایه و پتروشیمی و با یه سری آدم الان زندانه، یعنی یا نه آزاد؟ فکر می‌کنم ایشون اعاده حیثیت کردن، گفتن که ما آبروشون رو بردیم. برخورده؟ بهشون برخورده. بله، من گفتم شما رو بدون درد و خونریزی آوردن اینجا. بازی منصوری زنگ زده؟ بله، نه بالا احضاریه دادسرا اومده که بیایم برای پاسخگویی از توضیح‌ها. بله، توکل خدا. پس ما اینجا منتظر بمونیم ببینیم چی بهتون میگن. دست شما در نکنه. دست چکم آوردم اگه لازم شد وسیقه. فیش حقوقی نداری؟ لازم باشه اونم یه دقیقه براتون تهیه میکنیم. انشاءالا خیر باشه، مشکلی نباشه. محرمت عالی. پس ما منتظرتون میمونیم. بفهم، خواهش میکنم. چی شد؟ خیر باشه. والا به لحاظ قانونیش که من زیاد بلد نیستم، ولی خیر شد. آره، لطف داشتن. آره، وکیل تیم فعلا که حالا یه قرار موقتی براشون صادر شد و توضیحات لازم رو دادیم و انشالله که به راحتشون صادر میشه. حالا من قصد توهین، یکی از عزیزان از من شاکی بودن ولی من قصد توهین به شخص خاصی رو نداشتم. یک موزل اجتماعی، یه چیزی که احساس میکنم داری خدشه به روح اجتماع ما وارد میکنه. حتی خود من به عنوان یک فرد
از این ناراحتم که حالا ما با تمام مشکلاتی که داریم حالا یه سری هستن که دارن دست انداز ایجاد میکنن توی فضای اقتصادی مملکت که به روح آدم آسیب میزنه، میدونی ذهن آدم رو خراب میکنه. یعنی ما هممون داریم مبارزه میکنیم، صبوری میکنیم، مخصوصا مردم عزیز ما خیلی صبورن، خیلی لطف دارن، همه سختی‌ها رو دارن به جون میخرن، ولی اینکه بدونن همزمان با تمام این خستگی‌ها، سختی‌ها که دارن میکشن یکی داره جیبشون هم میزنه، این دیگه خیلی بده. که حالا من یه در قالب طنز خواستم یه نقدی کرده باشم که حالا نتیجهش این شد. البته یه درس بزرگ واسه من داشت، این درس هم لازمه که با همه عزیزان در میون بذارم، این که شما توی هر شرایطی باشین، حتی اگه متهم باشین، حتی اگه چیز باشین، حتی اگه حکم حد قطعی هم صادر شده باشه واسهتون و یه حکمی هم داشته باشین، بازم میتونین پناه بیارین به قانون و از یه نفر شکایت کنین. همین کاری که از من کردن، ایشون که اصلا از من شاکی بودن در حال حاضر زندان هستن، ولی از تو زندانم حتی از من شاکی بودن. برای همین واقعا من میخوام که خودشون مستقیم برخورد نکنن، به قانون پناه ببرن. همون ولی فکر نمی‌کنین کسی شانتاژ یا آنتریک کرده بود این فردو ذره چشی از شما بخوام بگیرم؟ شما چیزی که نوشته بودین یک گراهی داده بودین، این کسایی که بزرگتر از این آقا بودن قاعدتاً باید اعتراض میکردن. شخص خاصی که خطاب به ایشون نبوده، ایشون یه جریان رو مورد نقد قرار دادن و احتمال داره حالا کسی تحریک کرده باشه و یا نه شخص ایشون خطاب قرار گرفته نشده با اون الفاظی که به کار برده شده دیگه. حالا باید دادسرا تصمیم بگیره و تصمیمش به ما ابلاغ میشه و دادسرا فرنگ و رسانه است و نه برخوردشون بله هیچ شوخی هم ندارم، ولی خوشبختانه برخوردشون خیلی خوب بود، خیلی ممنونم، خیلی هم منو راهنمایی کردن، ولی در نهایت قضاوت با مردم دیگه، مردم عزیزمون باید قضاوت کنن. ما خب شما در قالب طنز هم نوشته بودی. من خواستم حمایت کنم، ممکنه که قالب طنز بوده ولی حرف دل خودم بوده، حرف دل مردم بوده. من توی صفم نه دنبال جمع کردن فالوور هستم، نه تبلیغی میکنم که نیاز به این داشته باشم که بخوام خودم رو مطرح کنم. خواستم یه موزل اجتماعی رو مطرح کنم که شاید واسه خودم هم گرون تموم شده، ولی من پاش وای میستم، هیچ اشکالی هم نداره. من از کارتون هم افتادیم، من تقریبا دو ساعتی از منتظر شدیم. حالا شما من تشکر، خیلی ممنون، قربون شما. انجام وظیفه کردیم. یه سوالم دارم راجع به اینکه کار جدید چیزی داریم؟ یه دو سه تا کار رو صحبت کردم، یه دو تا فیلم سینمایی صحبت کردم، یکیش که فکر میکنم دیگه قطعی باشه تگزاس 3 هستش که ایشالا فکر میکنم از اواخر مرداد کلید بخوره. یه دو تا هم سریال رسانه است که دارم صحبت میکنم، به امید خدا ببینم که چه اتفاقی میفته. هنوز چون قطعی نشده اسمی ازش نمیبرم، ولی فعلا تگزاس و مسابقه ایران هم که همچنان ما داریمش تا آخر امسال ایشالا. سینما هم که تعطیل شد ولی اون پوستر فیلمتون بالاست برای بعضی از اول تیر خاطر این ایام دو سه ماهه بالا بوده. آره بالا بود. کدوم فیلم بود؟ خوب بد جلف 2 ارتش سری که از اول تیر ایشالا دوباره اکران میشه. مردم عزیزم هم که دعوت میکنم که برن این فیلم رو ببینن، ایشالا لذت ببرن. پس با شما دیگه دادسرا فعلا کاری نداره. فعلا خیلی. تا ببینیم بعدش چی میشه. بیایم دفعه دیگه، نیاز نیست. قربون شما. نیازی نیست. حالا دادسرا تصمیم میگیره و ابلاغی اگر بشه به هر حال شما رو هم در جریان قرار میدیم. چون تی وی پلاس به فضیلت حرفه‌ای خود سعی میکنه عمل کنه در کنار هنرمندا، بازیگرا و مخاطبان خودش هست، ما هم سعی کردیم امروز اینجا باشیم کنار شما چون جویای احوالتون بودن. خیلی ممنونم، خیلی ممنون از لطف شما. ممنونم.